سرکوب شدن مسلمانان در هند واکنش جهانی نشان داد. سلام، به کانال آیتی خوش آمده. به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری میان هندوها و مسلمانان در دهلی جدید، پایتخت هندوستان، حداقل 20 نفر کشته شدند. منبع یک شفاخانه گفته است که 189 معترض نیز زخمی شدند. روز جمعه هزاران تن از دانشجویان در دهلی علیه این قانون اعتراض کردند که به درگیری با پلیس انجامید. پلیس برای متفرق کردن دانشجویان در دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه از گاز اشکاور استفاده کرد. نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشکاور، نارنجک های دودانداز و گلوله های پلاستیکی تلاش کردند که به شدیدترین درگیری های خیابانی در دهلی نو پایان دهند. از چند روز به این سو، به خاطر قانون جدید شهروندی در هند، درگیری ها میان مخالفان و موافقان این قانون جریان دارند. مخالفان این قانون را تبعیض علیه مسلمانان می دانند. ملل متحد می افزاید قانون جدید شهروندی هند تبعیض علیه مسلمانان است. دفتر حقوق بشر ملل متحد روز جمعه ابراز نگرانی کرد که قانون جدید شهروندی هند که مهاجران مسلمانان را از کسب تابعیت این کشور محروم می کند، اساساً در ماهیت تبعیض‌آمیز است. در عین زمان هزاران تن علیه این قانون اعتراض کردند. این قانون که با امضای رئیس جمهور هند تایید شد، به مهاجران غیر مسلمانی که پیش از 2015 از افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هند مهاجرت کردند، زمینه کسب تابعیت را فراهم می‌سازد. تظاهر کنندگان در پایتخت بر موترها یورش بردند که در نتیجه چندین تن زخمی شده و به شفاخانه انتقال داده شدند. اعتراض ها در ایالت آسام هند نیز به درگیری انجامید. روز گذشته در این درگیری ها دو تن کشته شدند. حکومت ملی گرای، نخست وزیر ناراندار مودی گفته است این قانون که روز چهارشنبه به تصویب پارلمان رسید، به هدف حفاظت از اقلیت های بنگلادش، پاکستان و افغانستان وضع شده است. جرمی لورانس، سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد، در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت ما نگران این هستیم که لایحه جدید قانون شهروندی هندوستان اساساً در ماهیت تبعیض‌آمیز است که در قبال آن واکنش تند مسلمانان را در پی خواهد داشت. با سپاس از توجه شما عزیزان. برای اخبار بیشتر کانال ما را همراه باشید.